با درود فراوان به همه شما عزیزان، به یک دیگر از برنامه های رابطه ها خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی، روان درمانگر، نویسنده و ابداع کننده تئوری یک پارچگی آگاهی، در کنار دوست عزیز، همکار عزیز دکتر پیمان رؤوفی، روانشناس. خوشحالیم که دوباره در کنارتون هستیم و میتونیم که راجع به رابطه ها و سوال هایی که شما عزیزان دارید با هم گفتگویی کنیم. با سلام به شما. سلام و درود به خانم دکتر فرجان زینی عزیز و همه بیننده های خوب این برنامه. بله، خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، خانم دکتر فرمودید که سوالی به دستتون رسیده و دوست دارید که در این برنامه این سوال عزیزی رو که برامون فرستادن رو بتونیم پاسخگو باشیم. اگر لطف کنید دو سوال رو بخونید خوشحال میشم. حتما. نوشتن: من یک دختر 38 ساله و مجرد هستم که پسر 23 ساله ای تقاضای رابطه رو با من داره. یکی از دلایلی که من دائم در حال رد کردن این تقاضا هستم مسئله اختلاف سنی زیاده، و به خاطر همین میخواستم که راهنمایی بکنیم آیا مسئله اختلاف سنی کلن مشکل زا هست یا نه. بفهم. من داشتم توی ذهنم حساب میکردم اختلاف سنی چند سال میشه، به نظرم میشه 15 سال. و خب یه سوال خیلی به جا و درستی هست. خیلی همین سوال پیش میاد که حقیقتا این اختلاف سنی لازمه وجود داشته باشه. در بعضی موارد اصلا میگن لازم هست وجود داشته باشه، زمانی که فرض کنید آقایون بزرگتر از خانم ها باشن، و یا اینکه در یک همچین شرایطی که این دوست عزیز فرمودن ممکنه اصلا مشکل ساز باشه. به عقیده بنده مسئله تفاوت سن خب به تعداد سالهاش هم برمیگرده. یه موقع هست 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال یه تفاوت سنی وجود داره که باز میشه گفت به نوعی شاید قابل اغماز و چشم پوشی باشه. اگر تفاوت سنی یه مقداری زیاد هست و از 10 سال به بالا میشه، یه مقداری مسئله‌ای که میتونه نگران کننده باشه تفاوت نسلی است. برای اینکه گاهی وقتا 10 سال، 15 سال، 20 سال میتونه فرد رو در یک دوره سنی دیگری بگذاره، در یک دوره‌ای که تحولات فرض بفرمایید صنعتی، تحولات اجتماعی، مسائل انتخابهای شخصی و سلیقه‌ای، اینها کاملا میتونه با همدیگه متفاوت باشه. یعنی در عرض 1 دهه اتفاقاتی در یک نسلی که داشته رشد و نمو میکرده، بزرگ میشده، مدرسه میرفته، دانشگاه میرفته، این 10 سال میتونه اتفاقاتی افتاده باشه که نسل قبلیش یا نسل بعدیش از اون اتفاقات کاملا بی خبر بوده و هیچ تأثیر پذیری نداشته. اونجاست که ما میبینیم این تفاوت عمده به این اندازه میتونه یک شکافی رو بندازه، همون شکاف نسلهایی رو که در موردش صحبت میکنیم، شکاف فرهنگی که در موردش خیلی صحبت میشه، اینجا هم میتونه این اتفاق بیفته. البته خب ممکنه که واقعا فرد با فرد، کیس با کیس متفاوت باشه. افرادی باشن که این شکاف اونقدر عمیق نباشه، یا خودشون رو به روز رسانی کرده باشن، اطلاع دارن، علاقه دارن، فعالیت‌های مختلف رو تجربه کردن، این میتونه یه مقداری متفاوت باشه بین فرد تا فرد. اما مسئله‌ای که خیلی اینجا اهمیت داره اینه که یک خانم 38 ساله یا بعد از دوره فرض کنید 30 سالگی یا 35 سالگی رو پشت سر گذاشته، تجربیات خیلی زیادی داشته توی زندگیش، افراد زیادی رو توی زندگی ملاقات کرده از لحاظ کاری، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ دوستی، و تجربیاتی که توی زندگی خودش داره و کوله باری از این تجربیات رو داره خیلی خیلی بیشتر از یک فردی است که ممکنه در ابتدای دهه 20 سالگی خودش باشه. 22 سالگی یک دوره اوایل جوانی محسوب میشه که حتی ما از لحاظ عقل و تکامل مغزی اعتقادات بر اینه که تا 24-5 سالگی این تکامل مغز همچنان ادامه داره. یعنی ما میبینیم در عنفوان جوانی، زمانی که فردی هنوز خیلی تجربیات اجتماعی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی نداشته، حالا قراره با یک فرد دیگری که در دهه پایان دهه 30 سالگی خودش هست بخواد وارد رابطه ازدواج و یک رابطه جدی بشه. خب
نوع مکالمه اونها متفاوت خواهد بود، نوع کانتنت یا اطلاعاتی که ممکنه اونها بخوان با همدیگه رد و بدل بکنن متفاوت خواهد بود. این فرد با اون فرد میشه گفت در یک زمانها و دورهای متفاوتی مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، اطلاعات زمان خودشون رو به یاد میارن. میبینیم این شکافه میتونه خیلی عمیق باشه، به علاوه این که حقیقتا مسئله ای که هست اینه که در یک ابتدای رابطه ممکنه احساسات خاصی باعث بشه افراد به همدیگه نزدیک بشن، اما در زمانی که اطلاعات متفاوت خواهد بود، تغییرات عمده خواهد بود، مشکلات زندگی جدی خواهد بود، اونجاست که ممکنه این دوتا فرد با توجه به اون شکاف نسلی که اونجا وجود داره از همدیگه فاصله بگیرن و دچار مشکلات بشن. نظر شما چیه خانم دکتر؟ دکتر، در اضافه به سخنان شما دو تا قسمت دیگه به نظر من اومد. یکی، چون صحبتهای شما بسیار عالی و عامه و هر دو جنسیت رو، چه زن چه مرد رو در حقیقت در بر میگیره، یعنی اگر آقا 38 سالش بود، خانم 23 سالش بود، باز مواردی که شما میفرمودید عملا درست بود برای اونها. یه قسمتی که دوست دارم اضافه کنم اینه که جریان جنسیت زن و مرد تغییر پیدا میکنه تو این فرمول هم در کنار گفتار شما. یعنی اون صحبت ها هست و تازه این هم هست که خانوم 38 سالشه، آقا 23 سالشه، به جای برعکس، درسته؟ یکیش مسئله به هر صورت biological clock که بانوان تا یک سنی این فرصت براشون هست که بخوان باردار بشن، فرزندی داشته باشن، و اون 38 سالگی دیگه زمانی هستش که حتما باید این اتفاق بیفته براشون اگر مایل هستن که فرزند داشته باشن. و همونطور که شما فرمودین، یک آقایی، پسر جوانی که 23 سالشه که تازه داره نگاه میکنه به زندگیش، فوری اون فضای پدر داشت بودن براش ممکنه که خیلی، یعنی هنوز جوون نشده، هنوز دوران کاریشو نرفته، هنوز رو پای خودش نیستاده، هنوز از نظر مالی موفق نشده و یک دفعه باید نقش یک پدر رو بگیره. و اونجا میبینیم که خیلی از گرفتاری های فاز سنی و فاز نسلی که شما داشتین میگفتین خیلی بیشتر خودشو نشون میده، در حالی که اگر یک آقای 38 سالش باشه و زندگیشو درست کرده از نظر مادی، از نظر خونه زندگی، تازه آماده است برای اینی که بگیم یک فرزندی رو به تو دنیا بیاره و ازش نگهداری بکنه، و یه خانم 23 ساله ممکنه که آماده باشه برای اینی که مادر باشه و اون رول همسر و اون فضا رو آماده باشه که نگه داره. به این دوتا به خاطر خود مسئله جنسیت یه تفاوتی پیدا میکنه. یه مورد دیگه هم خود مسئله فرهنگه. من فکر میکنم فرهنگ اینی که یک مرد یک دختر 15 سال از خودش جوانتر رو باهاش ازدواج بکنه، از نظر مسائل فرهنگی رایجه، درسته؟ مسئله ای رو در کنار دوستان، آشنایان، خانواده ها و و و به وجود نمیاره. در نظر فرهنگی بالعکسش، در اغلب فرهنگ ها یک مقدار نرم نیست، و مخصوصا فرهنگ هایی که یه مقدار مردسالاری هستن اصلا نرم نیست. و در نتیجه در ذهنی، نه فقط مسئله جامعه، بلکه در ذهنیت خود آقایون، مسئله سن همیشه یکی از اون مورد هاست. اکثرا تو ذهنشون اینه که خب این بزرگتر از منه، خب بزرگتر از منه. و بعد اون مسئله میبینین که در اختلافات وقتی که به وجود میاد یا شرایط زندگی که به وجود میاد خیلی شروع میشه و مورد نظر اون شخص میاد به عنوان یک مبحث منفی. و این مسئله از نظر فرهنگی شاید از دیدگاه غرب کمتر باشه تا دیدگاه شرق، ولی چون این دو نفر به هر حال ایرانی هستن، 15 سال فاصله سنی که خانوم بزرگتره، به هر صورت هی یک سری مباحث رو چه در بین خودشون و چه در جامعه ای که هستن مکررن به وجود خواهد آورد. یک مبحث دیگه که باز زن و مرد رو متفاوت میکنه اینه که آقایون خیلی ویژوالن، یعنی از نظر تصویری
جذب میشن، خیلی بیشتر علاقه اونها از و جذب شدن اونها به یک انسان حالت عاطفی و رومانتیک و جنسی دیدگاهی هست که خانم ها بیشتر ممکن امنیتشون رو براشون مطرح باشه، شنوایی و یه مباحث دیگه ای رو ممکنه مطرح باشه، آقایون دیدشون خیلی مطرحه. و خب برای بانوان، از نظر زیباترین بانوان هم که شما نگاه بکنین، از نظر فیزیولوژی بدن یواش یواش دیگه 38-40، از 40 میرن بالاتر، میبینین که از نظر دید زیباییشون از خودشون، حالا ممکن از بقیه دنیا زیباتر باشن، ولی حداقل از جوانی خودشون میبینیم که یک سری موارد فیزیولوژی بدنشون تغییر پیدا میکنه. الان خیلی هستن که حتی یائسگی رو زودتر دارن به اون میرسن، از 38-40 سالگی دارن به اون میرسن. و بعد 20 سالگی مرد در عنفوان احساسات و تجربیات جنسیش هستش و اونجاست که میبینیم یواش یواش این دوتا فازهای زندگی کلن ممکنه کارایی نداشته باشه. میتونم درک بکنم که جذب اول باز به خاطر اینه که هم یک زن 38 ساله هم یک مرد 23 ساله، چون هر دو از نظر هورمونی در اوج سیستم هورمونیشون هستن، از نظر جنسی به همدیگه خیلی زودتر ممکنه که جذب بشن، که تو امریکا هم صداش میکنن کوگر وومن، به خاطر اینکه جذب شدن اونجا خیلی زیادتره به خاطر این مسئله. و تفاوت‌هایی رو که یک زن ممکنه حتی حس قدرت بکنه توی اون رابطه‌ای که ممکنه تو خیلی از رابطه‌های دیگه حس قدرت نکرده، و اولش این جذب شدنه، اینی که یک نفر منو دوست داره و تمام ذهنیتش رو در کنار من گذاشته و من در این فضا قدرت دارم، لذت داره. ولی دقیقا همون موردایی هم که شما مطرح کردین، در وقتی که این رابطه به ثبات برسه، تازه تمام قسمت های دیگه این رابطه شروع میکنه خودش رو نشون دادن به عنوان منفی. من یه نکته دیگرم میخوام اضافه بکنم و اون این هستش که اصولا ما باید نگاه بکنیم ببینیم هدف از ازدواج چی هست. اگر ما میخوایم ازدواج بکنیم برای اینکه پولدار بشیم، برای اینکه ثروتمند بشیم، از پول و ثروت فرد دیگری استفاده بکنیم، امنیت و آرامش بهتر و بیشتری داشته باشیم، غذا و خوراک و پوشاک بهتری داشته باشیم، این یک دلیل میتونه برای ازدواج باشه، که البته خب به عقیده بنده و بسیاری از همکاران این دلیل مناسب و درستی نیست. دلیل‌های نادرست ازدواج، فرض کنید اینی که اجتماع میخواد من ازدواج بکنم، پدر و مادرم اصرار میکنن من ازدواج بکنم، پدر مادر من نوه میخوان داشته باشن، میخوان که من ازدواج بکنم و براشون نوه بیارم، یا خودم میخوام زندگی و استایل و لایف استایل زندگی بهتری داشته باشم، اینها دلیل های غلطی است. اما دلیل درست چیه؟ دلیل درست اینه که ما به یک رشدی، یک تعالی رسیدیم که اونجا میخوایم با یک فرد دیگری پیوند ببندیم، پیوند پیدا بکنیم و با اون فرد دیگه رشد بکنیم، زندگی رو بسازیم. کنار همدیگه از مهارت‌های همدیگه، از توانمندی‌های همدیگه استفاده بکنیم، همدیگه رو تکمیل بکنیم و از این نردبان زندگی به سمت پیشرفت بالا بریم. حالا اینجا درش فرض بفرمایید ممکنه درس خوندن باشه، کار کردن باشه، پول پس انداز کردن باشه، یه مسکنی تهیه کردن باشه، بچه دار شدن باشه. اینها همه یعنی قدم به قدم ما شونه به شونه کنار همدیگه داریم این زندگی رو با همدیگه میسازیم و از تجربیاتش هم لذت میبریم. حالا این تجربیات ممکنه گاهی وقتا شکست باشه، خیلی وقتاش پیروزی باشه، جلو رفتن باشه، بهتر کردن باشه. حالا ما یک همچین فرمولی رو میخوایم برای ازدواج داشته باشیم، یعنی فرمول و اشل درست ازدواج اینه که دو فرد کنار همدیگه دارن منجر به پیشرفت و بهتر شدن زندگی فردی و زناشویی و بعد هم خانوادگیشون میشن. اگر ما بیایم یک گپ خیلی بزرگ، یک شکاف خیلی بزرگ، یک فاصله خیلی بزرگ بین افراد بذاریم و یک فردی، فرض کنید خانم یا آقا،
در میانه زندگی خودش هست، حالا درسش رو خونده یا پیشرفتی کرده یا شغلی داره یا یه پسندازی داره، یه فرد دیگری هنوز تازه داره شروع میکنه وارد، فرض کنید حرفه‌ای بشه، تحصیلی بشه، تازه وارد اجتماع بشه، هویت اجتماعی و فردی خودش رو پیدا بکنه. ما این دوتا فرد رو که کنار همدیگه میذاریم، چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که این دو فرد حالا با همدیگه بخوان این زندگی رو شروع کنند؟ یعنی این تفاوت انقدر زیاد هست، انقدر متفاوت هستن از همدیگه، که توانایی اینی که با همدیگه بخوان بسازن و برن جلو رو نخواهند داشت، برای اینکه یکسان نیست، شباهتی وجود نداره. میشه گفت کاملا ناعادلانه پیشرفت خواهد کرد. یه نفر ممکنه با سرعت خیلی بیشتری بره جلو، چون انرژی بیشتری داره، چون جوانی بهتری داره، چون توانمندی هاش رو میخواد پیدا بکنه. یه نفر به یه جایی رسیده، دیگه حال و حوصله جلو رفتن نداره، دیگه میانه زندگی خودشه، اون دیگه اون انرژی و انگیزه رو نداره. پس میبینیم اینجا تفاوت انرژی به وجود میاد، تفاوت انگیزه به وجود میاد، نیتها و اهداف ممکنه خیلی از زمین تا آسمون متفاوت باشه و تفاوت بکنه با هم دیگه. ما دیگه اینجا سوار بر یک اتومبیل بودن رو نمیبینیم. مثل این میمونه یه نفر سوار یه اتومبیل قدیمی کهنه شده، یه نفر یه سوار یه اتومبیل خیلی جدید و پرسرعتی شده، حالا اینا قراره با همدیگه حرکت بکنن، امکان پذیر نخواهد بود. البته من قدیمی و کهنه رو لزوما برای فردی که سنش بیشتره به کار نمیبرم، ممکنه افراد در ماشین ها، اتومبیل ها، دوچرخه ها، کشتی های متفاوتی نشسته باشن، اما مسئله این تفاوت است. ما میخوایم افرادی که ازدواج میکنن در یک وسیله نقلیه نشسته باشند، با یک میزان نسبی انرژی، انگیزه، اهداف مشترک، خواستنهای مشترک خودشون نشسته باشند. شما به تفاوت‌های بیولوژیک و جسمی و بدنی و هورمونی اشاره کردید به درستی، که اون هم یکی از ابعاد این مسئله است که ما چقدر از لحاظ سلامتی و سالم بودن شبیه هم هستیم، چقدر از لحاظ سن بارداری شبیه هم هستیم. خب اگر یه نفر میخواد یه مقداری چند سالی صبر بکنه تا ببینه این رابطه چگونه پیش میره و بعد بخواد بچه دار بشه، اون طرف مقابل ممکنه به انتهای سن بارداری خودش داره میرسه. این برای آقایون هم هست، چون به هر حال آقایون هم یک سن بارداری مناسب و سالمی دارن. ممکنه فکر میکنیم خب آقایون ممکنه سالهای کهنسالی خودشون هم بتونن بچه دارشن، درسته، اما سلامت اون جنین و نوزاد میتونه شدیداً به خطر بیفته زمانی که یک مردی در سن بالا میخواد بچه دار بشه. به هر حال اینها تفاوت‌های خیلی عمده و بزرگی است که به عقیده بنده هدف و انگیزه درست ازدواج و رابطه زناشویی رو زیر سوال می‌بره. قسمت دیگه ای هم که می‌تونیم نگاه کنیم، بعضی موقع ممکنه که یک شخص بگه من صحبت ازدواج نمی‌کنم، فقط رو صحبت رابطه عاطفی می‌کنم، که بعد نگاهی می‌کنیم به اون جریانی که آیا فقط رفتن در رابطه جنسی یا عاطفی برای مدت کوتاهی در این شرایط ممکنه که کمک کننده باشه یا نه، و اون دیگه اختیار اشخاصه. اگر که اسمش رو رابطه عاطفی میذارن، چون گروهی هستن که میگن من دلم نمیخواد رابطه عاطفی داشته باشم، برای من فرقی نمیکنه که چه سنی هست، دلم میخواد فقط یک رابطه جنسی با یک نفری داشته باشم، حالا دیگه پس سنش متفاوت، سن متفاوتش آنچنان فرقی نمی کنه، به خاطر اینی که تا زمانی که مقدار انتظاری که ما داریم از رابطه بسیار مشخصه، یعنی همونطور فهم شما داشتین راجع به ازدواج صحبت میکردین، میدونم که من اگر انتظار همچین چیزی رو ندارم، فقط انتظار در حقیقت جذب و کمستری جنسی رو دارم و دلم میخواد از این رابطه تا مدتی که میتونم لذت ببرم، اون یک مبحث جداگانه است که شاید مسئله خود سن اونقدر مطرح نباشه اینجا و تا زمانی که کاربرد جنسی و لذتی برای اون دو شخص هست وجود داره. ولی اگر اسمش رو رابطه‌ای میذاریم که رابطه عاطفی بخوایم بذاریم، با این حال وقتی که آدم‌ها به هم جذب میشن و متصل میشن و از نظر احساسی
قلبشون رو برای هم دیگه باز میکنن، باید بدونن که به هر صورت این رابطه کوتاه مدته و در یک زمانی قرار قطع بشه و به هر صورت باز اون قطع شدنش رو، سوگواری خودش رو داره، درد خودش رو داره، خداحافظیش رو داره و یک زمانی طول میکشه تا آدم یک مسئله ای رو که فکر میکرده شیرینه ولی باید حالا رهاش بکنه به خاطر اینه که موارد اصلی زندگی، به خاطر اینه که حالا وقت ازدواج خانومه، وقت اینه که بره یار خودش رو پیدا کنه برای ازدواج پیش میاد. میبینیم برای کسی که 38 سالشه، اگر که فرصتی رو یک سال، دو سال، هر چقدر 6 ماه داره میذاره که ذهنش رو، روحیش رو، قلبش رو، وجودش رو توی یک دونه رابطه ای بذاره که بعد لحظه به لحظه داره نگاه میکنه به اینی که باید حالا خداحافظی بکنه. و جالبه که وقت لذت و غم در کنار هم لحظه به لحظه میان، چون هم زیبایی لحظه رو داری حس میکنی، هم غم خداحافظی رو داری حس میکنی و بعد میفته توی دونه یه دوران احساسی و هیجانی خیلی خیلی زیادی که حالا اینو که خداحافظی بکنین بعدش، چون یه شیرینی خوبی بوده و شما به زور خودتون رو رها کردین، حالا با هر کس دیت هم میخواین بلندشین برین که میخواین طرف رو انتخاب بکنین به عنوان ازدواج، دیگه نمیچسبه به آدم، چون هر رفتن بیرون با یک انسان جدید رو عملا شما دارین مقایسه میکنین با یه فضای شیرین جذبی که مجبور شدید ازش جدا بشید و میبینین که دوباره تزلزل میندازه تو کل سری فضایی که قراره به وجود بیاد برای یک رابطه طولانی مدت. یعنی اونجاست که میگیم شما یه لذت آنی و یه رابطه کوتاه مدت رو برای شیرینی اولش دارین انتخاب میکنین با تمام دردهایی که هی اون مسئله رابطه انتخاب کردن رابطه طولانی مثل ازدواج رو عقب دارید میندازید و دارید مشکلات احساسی و هیجانی دارید برای خودتون به وجود میارین توی زندگیتون به خاطر همچین تشخیصی. و اونجاست که به نظر من با این حال وقتی نگاه میکنین همچین موردی حتی در مسئله کوتاه مدت کارایی نداره و شاید تنها مدل کاراییش اینه که دو نفر جذب احساسی نشن به هم دیگه و فقط ارتباط های لذت بخش جنسی داشته باشن که اون هم برای خیلی از آدم ها وقتی که یک فضای لذت بخش رو دارن دلشون نمیخواد رهاش بکنن و یواش یواش اون ارتباط رابطه احساسی و وصل بودنه بی اختیار یواش یواش شروع میشه و متاسفانه کسی که درد خیلی بیشتری خواهد کشید باز خانم 38 ساله خواهند بود، برای اینکه مواردی رو که ایشون دارن که از دست بدن خیلی زیادتره به خاطر شرایط، به خاطر سن، به خاطر همونطور فهمیدین انتهای بارداری، به خاطر ارتباطات عاطفی و وصل بودنی که به وجود میاد، به خاطر ترس اینی که حالا این رابطه رو رها بکنم آیا کسی مناسبی هستن برای من به وجود میاد و و و و میبینید ضرر همچین مسئله ای بیشتر باز تجربه من این بوده که اون خانم 38 ساله است که تجربه ضرر این مسئله رو خواهد کرد. دکتر یواش یواش داریم به انتهای برنامه میرسیم، اگر که موردی دارید برای کامل کردن اگر لطف بفرمایید و اینی که چجوری اشخاص میتونن با شما در تماس باشن. بله، خیلی ممنون از شما، توضیحات بسیار بسیار خوب و تکمیلی رو شما خودتون ارائه کردید. دوستان عزیز سوالاتتون رو برای ما بفرستید، میتونید از طریق تارنمای raoofi.com raoofi.com با بنده در تماس باشید، پیام خصوصی بفرستید و یا از اون طریق شبکه های اجتماعی رو که من عضو اونها هستم رو بیابید و از اون طریق با ما در ارتباط باشید. خانم دکتر با شما چگونه میتونن در ارتباط باشن؟ با تارنمای فوژان زین foojanzeine.com و شبکه های اجتماعی رو همه رو میتونن از اونجا دریافت بکنن. برای اپ هم اگر مایل هستن اپ فوژان میتونن که تو همه جایی که اپ رو میخرن مثل اپل ستور یا گوگل پلی هر کدوم اونها میتونن و یا برن توی وبسایت foojan.com. ممنونیم از همه شما عزیزان، خوشحالیم که یک بار دیگر با هم هستیم. حتما سوالهای خودتون رو بفرستیم و تا هفته آینده روز و شبتون خوش.